سلام همراهان خوبم، به کانال یوتیوب خوش اومدید. شهادت امبر هرد در دادگاه رسیدگی به شکایت جانی دپ از بسیاری از جهات سوال برانگیز بوده. هر جلسه از این دادگاه پرحاشیه ساعت‌ها طول می‌کشه، اما تاکنون دو لحظه خاص برای طرفداران جانی دپ بیش از همه نفرت انگیز بوده. آیا امبر هرد در دادگاه کوکائین مصرف کرد؟ اگر می‌خواید به جواب این سوال برسید، لطفاً تا پایان ویدیو همراه ما باشید و اگر تازه به جمع ما اضافه شدید، لطفاً با سابسکرایب کانال ما را همراهی کنید. ابتدا لحظه ای از شهادت روز پنجشنبه که امبر هرد در حال توصیف زمانی که جانی در حال سمزدایی بود، طی این شهادت اون یه دستمال کاغذی رو برای مدتی طولانی جلوی بینیش نگه می‌داره. هرد ظاهراً آگاهه که در اون لحظه سوژه عکاسانه و بی اون که هیچ مایعی در چشم یا بینیش باشه، دستمال رو روی بینیش قرار میده. همونجا نگه میداره و نگاهی به دوربین میاندازه تا مطمئن بشه عکس گرفته شده. اون این ژست رو با شنیدن صدای فلاش‌های دوربین چند ثانیه حفظ میکنه، کاری که به خاطرش از سوی کاربران فضای مجازی مورد انتقاد قرار میگیره. اما در این میان ادعای عجیبتری مطرح کردن، اینکه امبر هرد ظاهراً در اون لحظه در حال مصرف کوکائینه و بعد بینیش رو پاک میکنه. بریم یه گوشه از این ویدیو رو ببینیم و برگردیم. از اونجا که گریه کردن برای بسیاری از بازیگران یه چالش محسوب میشه و اونا برای این کارگاه از کریستال منتول استفاده میکنن، شاید بشه گفت که در بدترین حالت اون برای متقاعد کردن هیئت منصفه با اشکاش در طول محاکمه منتول استشمام کرده. کریستال منتول یه ماده مومی شکل با ظاهر کریستالی و سفید رنگه که از نانو و اوکالیپتوس به دست میاد. از این ماده در صنایع دارویی، پزشکی و غذایی استفاده میشه که خاصیت خنک کنندگی داره. در واقع شخص با استنشاق این ماده از راه بینی میتونه باعث رفع گرفتگی ها و تنگی نفس بشه. و سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که آیا امبر هرد شهادتش رو از دیالوگ فیلم آقای ریپلی ناوقه کپی کرد؟ از طرفی طرفداران عصبانی جانی دپ ادعا می‌کنند امبر هرد بخشی از شهادتش در دادگاه رو کلمه به کلمه از دیالوگ کاراکتر گوینت پالترو در فیلم آقای ریپلی نابغه وام گرفته. با بررسی نقل قول این فیلم و شهادت امبر که در قالب عکس و در کنار هم وایرال شده، شاید بتونیم چنین تصوری بکنیم، اما متن شهادت واقعی این بازیگر در دادگاه با اون چه گوینت پالترو در فیلم ریپلی گفت بسیار فاصله داره. ستاره فیلم آکومن پرونده خودش رو با جزئیات زیادی ارائه کرده و از اونجایی که طرفداران جانی دپ بسیار بیشتر از اون هستن، طبیعیه که در شبکه‌های اجتماعی نفرت زیادی دریافت بکنه. خب عزیزان، ممنون که تا به اینجا همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو در رابطه با این موضوع برای ما کامنت بذارید و سابسکرایب و لایک فراموش نشه.